سلام، مسئول جان باختن غیر نظامیان، نیروهای امنیتی یا مخالفان مسلح شورشی در تازه ترین مأمور نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل گزارش را به نشر رسانده است که در آن تلفات غیر نظامیان نسبت به سال گذشته 13% کاهش را نشان می دهد. همچنان در این اعلامیه آمده است که دلیل کاهش 13% تلفات غیر نظامیان کاهش عملیات های نیروهای آمریکایی و داعش بوده و از سوی نیروهای دولتی و همچنان طالبان کاهشی در کار نبوده است. پس از حمله هوایی بر ولسوالی گذری ولایت هرات، سرپرست وزارت دفاع ملی مسئول جان باختن غیر نظامیان طالبان را دانسته و گفته حکومت نیروهای امنیتی در جهت نرسیدن تلفات به غیر نظامیان کوشا خواهد بود. در باب تلفات غیر نظامیان مسئول کیست و در صورت نقض حقوق بشر آیا نمایندگی سازمان ملل متحد فقط اکتفا به اصدار این تلفات میکند یا مسئولیت هایی است که به آدرس معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بر بگردد؟ روی بحث های تلفات غیر نظامیان و مواردی که در این شب روزها بیشتر شده، حملات شبیخون نظامیان امنیتی افغانستان بیشتر صحبت میکنم با آقایان، هر یک آقای لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان و تا دقایق بعد آقای فعاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی را با خود خواهیم داشت. آقای لعل بسیار به برنامه خوش آمدین. سازمان ملل گفته که حملات نظامیان 9% افزایش یافته، اما دلیل کاهش 13% عدم عملیات بیشتر نیروهای نظامی آمریکایی و همچنان داعش بوده. دلیل این افزایش را شما در چی می‌بینید؟ دلیل تختن طلب نامه باندې سلام تاسو ته درنو لیدونکو ته. زما په ان باندې د ملکی تلفات په کچه کې کمواله نه راغله. کوم دلایل چې د ملګرو ملتونو اداري ویلي دي چې د بهرنیو ځواکونو او د داعش لواجی دغه د ملکی تلفات کچه کم شوه ده، دا اصلا دا نه وه. تاسو وکته چې کله د سولې خبرې کېدلې په هغې کې تمه وه چې په 28 د فبروري باندې د سولې هوکړه لاسلیک شي، نو هلته یو لړ عملیات وشول او د امریکا ولسمشر یو ټویټ وکړلو او د هغې په وجه باندې د دغه لاسلیک نه ځان وروسته کړو. نو په ښکېلو خواو باندې غږ وکړه چې باید تاوتریخوالی کم نه شي، نو موږ دغه هوکړه نه امضا کوو. نو هماغه و چې د جنوري او د فبروري میاشتو کې او تر مارچ څه وخته پورې په دغې کې بیخي په ټول افغانستان کې جګړه نه وه، او بیا هم په وړوکي اختر کې نه وه، بیا د اورکم اونۍ هم پکې راغلله، او د دې په څنګ کې د حکومت یو طرفه اوربند هم پکې و چې هغې حکومت اعلان کړی و چې موږ یو طرفه اوربند ته ادامه ورکوو. او دغه ټول د دې لاملونه و چې د ملکي تلفاتو کچه نسبت په نورو کلونو کې کمه ده. خو د جګړې شدت چې د مارچ، د اپریل او می او جون په میاشتو کې څونه شدید و او د جولای په میاشتو کې، زه فکر نه کوم چې دا په تیر وخت کې و. یعنی شما میگین که سازمان ملل اغماز کرده؟ دغه یو علت کیدلی شي، خو دا په هغه پیمانه باندې علت نشي کولی چې دونه لوی. حالا اگر گیریم که بحث اغماز در کار باشه، فکر میکنین به نفع کدام جهت سازمان ملل میه اغماز میکنه پیرامون تلفات نظامیانی که در افغانستان بوده، و شما به این باور هستین که تلفات نظامیان بیشتر از این است که سازمان نه په دې کې شک نشته چې د نظامیانو تلفات به لوړ شوي. دا په دې معنا باندې چې تاوتریخوالی زیات شوی دی په دغه څو میاشتو کې، تقریبا څلور میاشتو کې تاوتریخوالی خپل اوج کچې ته رسیدلی. پس عملیات ها که افزایش یافته باشه در تناسب به این همدغه ملکی تلفات هم په دغو میاشتو کې ملکیانو ته رسیدلی دي چې په کومو میاشتو کې جنگ یا تاوتریخوالی زیات شوی دی. بسیار تشکر آقای امان، شما به برنامه بسیار خوش آمدین. سازمان ملل گفته تلفاتی که با آدرس نیروهای امنیتی برمیگردد 9% افزایش را نشان میده. ضمن از اینکه شما بفرمایید موقف و موضع وزارت دفاع در قبال این گزارش است، دلیل این افزایش در چی است؟ به نام یاد خدا، با سلام بر شما و سلام به مهمان برنامه. در واقع اگر بیاییم واقع بینانه به اوضاع افغانستان نگاه کنیم یا به مناظر افغانستان دیده شود، عامل اصلی و اولی
تلفات غیر نظامی ها در افغانستان طالبان هستند. طالبان چی به گونه مستقیم چی به گونه غیر مستقیم سبب تلفات افراد ملکی در افغانستان میشن. در مسیر راه رفت آمد مردم ماین ها کارگزاری میشه، توسط طالبان صورت میگیره. در خانه های مردم موضع ساخته میشه، این کار توسط طالبان صورت میگیره. در داخل شهرها، در داخل اماکن مسکونی انتحار انفجار صورت میگیره، این توسط طالبان صورت میگیره. زمان طالبان در جنگ مستقیم با نیروهای امنیتی افغانستان قرار میگیرن یا سبب تلفات افراد ملکی در افغانستان میشن و به گونه غیر مستقیم طالبان زمینه را به سایر گروه های توریستی در افغانستان مساعد کردن و سایر گروه های توریستی هم در تبانی و همکاری با طالبان در واقع فرصت برایشان ایجاد شده توسط طالبان سبب تلفات افراد ملکی در افغانستان میشن. من نکته اشاره میکنم خواهی آمان که هم را برمیگردانین به طالبان، اما یونما میگه که نیروهای امنیتی مسئول 789 مورد تلفات غیر نظامیان که شامل 281 کشته و 508 زخمی است. این گزارش واقعا نفسش چرا میرسونه؟ متاسفانه گزارش سازمان ملل متحد یا نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان مطابق واقعیت‌های روی زمین نیست. مطابق آنچه در جنگ افغانستان جریان داره، این گزارش صورت تحقیق این گزارش باستاب داده نشده. این گزارش زمان تهیه میشه به اساس در برخ موارد به اساس اطلاعات نادرست در واقع آمار و ارقام در گزارش گنجانیده میشه. در بسیاری مواقع زیر تاثیر تبلیغات سوی طالبان قرار میگیرند. ما در موارد شاهد هستیم که زمان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات یا حملات می داشته باشند، بعد افراد طالبان یا دیگر گروه های توریستی تلفات وارد میشه، طالبان کوشش میکنن که تلفات خودشان، تلفات افراد خودشان، جنگجویان خودشان به عنوان افراد غیر نظامی جلوه بدن. متاسفانه در برخی مواقع چنین یک گزارش های متاثر از تبلیغات نادرست و دروغین طالبان است. بسیار شکر آقای لال، واقعا تبلیغات است که سازمان ملل متحد بالاخره واداشت میشه که یک چنین اعلامیه را صادر بکنه و در ضمن سازمان ملل به صراحت گفته دلیل کاهش 13% کاهش عملیات نیروهای خارجی همچنان داعش است. گفته طالبان و نیروهای امنیتی حملاتشان را افزایش دادن. گورا من باید در طولن عینی واقعیتونو تا باید گورو پدې کې شک نشته ده چې دولت ویلی و چې یو طرفه اوربند منګ اعلان کړی دی او بیا باید د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې تاسو هم اوربند وکړئ. پدې کې دولت منګ په حق باندې ګڼو، خو وروسته چې کله دولت ولسمشر د عملیاتو امر ورک او جنگ د اماغین وروسته ډیر زیات شدت پیدا کړ او طالبانو اخلاقتن که د دوی د امریکا سره هوکړه یا توافقنامه لاسلیک کړ، د هغې نه وروسته اصلا په افغانستان کې جګړې ته ضرورت نه و. دولت بیا بیا د طالبانو نه دا غوښتي. طالبانو باید د دولت خبره نه، د ولس خبره، که دولت خبره نه مره. طالبان اشاره بر این دارن که تلفات غیر نظامی ها را رجحان میتبن نیروهای امنیتی برعکس مثلا نیروهای کلک ما خبری ته پریږدي. زه غواړم چې په ټولو باندې روښنه واچوم. اصلا دلته د طالبانو اخلاقتن او د دې هوکړې نه وروسته بالکل د جګړې جواز نه پیدا کیږي. دا چې طالبانو دې مسالې ته د ولس غوښتنو ته هرکلی ونکړ، د نړیوالو غوښتنو ته هرکلی ونکړ، دولت غوښتنې ته هرکلی ونکړ، په دې کې شک نشته چې طالبان په دې کې ملامت دي. یعنی شما انتظار دارین که طالبان واقعیا بگذارن به کدهای اخلاقی ګوره؟ خو که چېرته موږ د جګړو لیکو ته لاړ شو او په جګړه کې بیا د ملکي تلفاتو، ولې ملکي تلفات رامنځته کیږي؟ امان سي خپل د حکومت ترجمان دی، باید خپلو دغو نه دفاع وکړي. همیشه دوی یو د خپل بام واورې دي، یو بل په بام باندې اچولي دي، په یو بل باندې تورونه اتهامونه واردوي. اصلا هغه ملګرو ملتونو ته د منلو وړ نه دي، یا موږ ته د منلو وړ نه دي. ملګري ملتونه چې دا راپور تهیه کوي، دا د درې فلټرونو نه تیریږي. په دې کې موږ د دې ارقامو سره موافق نه یو. ارقام تر دې څو چنده عرض کړو. ما خبرې ته پرېږدم چې تکمیل کړم، چې دا لیدونکي پوه شي په دې خبره باندې، امان صاحب هم پوه شي. ارقام د دې نه څو چنده لوړ دي. ملګری ملتونه دا راپور چې تهیه کوي دونه مستند کوي چې حتی په چاویلو په ماویلو باندې هم ارقام دې کې ناچوي. موږ همیشه د ملګرو ملتونو سره په دې ارقامو باندې موافق نه یو، ځکه د ملکي تلفاتو کچه تر دې څو چنده لوړه ده. نو په دې خاطر باندې دا که د هرې خوا نه که مثلا موږ وایو چې دا طالبان ناروا کوي، په طالبان د خلکو په کورونو کې زیان نیسي او دولت د دې لامل کیږي، د دولت طرف ته چې هغې باندې عمله کوي، هرګز د نړیوال قوانینو له مخې، د جنګ د اصولو له مخې، د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې بل لوري ته هېڅ اجازه نشته چې کله چې خبر مهربانی نه نو چې مطلب سر ته ونه رسیږي نو پس از وقفه به شما برخواهیم گشت. رفت و برگشت کوتاه دارم.
باز هم خوش آمدین. آقای امان، بحث تلفات غیر نظامیان بیشتر برمیگردد به آدرس نیروهای امنیتی، حملات شبیخون موردی است که بیشتر مد نظر است و همچنان عملیات‌های نیروهای امنیتی بدون کوردینات و همچنان وابستگان قربانیان مصداق مشخص ولسوالی گذره میگن که بخش‌های کشفی و اطلاعاتی حکومت همچنان ارائه اطلاعات غیر واقعی، غفلت وظیفه‌ای، این موارد موجب میشه تا تلفات غیر نظامیان خب بیشتر باشه. تلفات غیر نظامیان آنچه شما گفتین بیشتر بر نمیگرده و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان. ما پیشتر هم بیان کردم که عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در افغانستان طالبان هستند. اما چیزی که نمایندگی سازمان ملل میگه در صدر اولویت‌های وزارت دفاع افغانستان حفظ جان و مال افراد ملکی قرار داره، حفظ زیربنای افغانستان قرار داره. ما با اساس پالیسی‌ها و استراتژی‌هایی که قرار داریم، هر جایی که عملیات اجرا میشه، هر جایی که تحرکات نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اونجا صورت میگیره، در صدر کار ما توجه به جلوگیری از آسیب رسیدن به افراد ملکی است. زمان یک حمله یا عملیات در یک منطقه صورت میگیره، اون منطقه از هر لحاظ مورد ارزیابی اما جانبه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، بخشای کشف و استخبارات، بخشای اپراسیون و بخشای همچنان استخبارات ما قرار میگیره. زمانی که ما پیدا بکنیم در یک منطقه عمله اجرا میشه، اگر ما پیدا بکنیم بالفرض اونجا احتمال آسیب رسیدن به افراد ملکی است، ممکن در صورت عمله اجرا شوه به یک فرد ملکی هم آسیب برسه، ما از انجام او عمله خودداری میکنیم. ده ها مورد چنین اتفاق افتاده. مثلا ما ساحه را تثبیت کردیم، ساحه مشخص شده که دشمن حضور داره و اگر حمله صورت می گرفت، در کنار از اینکه دهات گروه تروریستی یا طالبان از بین می رفتن، به یکی از افراد ملکی هم آسیب می رسید، به خانه افراد ملکی آسیب می رسید. ما از انجام و حمله خودداری کردیم. بله. با اساس هدایت سرقماندانی اعلی قوای مسلح افغانستان، با اساس هدایت سرپرست وزارت دفاع افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مکلف هستند که در جریان عملیاتشان توجه جدی 100% به افراد ملکی و همچنان به زیربنای افغانستان داشته باشند. به این سوال شما پاسخ بدین که دفتر معاونت سازمان ملل گفته 9% افزایش را در عملیات‌های نیروهای نظامی افغان وجود داره. آیا یک چنین گزارش‌ها در تبانی با شما صورت می‌گیرد و فکر می‌کنین با اینکه شما نفی کردین واقعاً جانبدارانه است؟ خب متاسفانه به مو شکلی که هفته پیش وزیر دفاع جمهوری اسلامی افغانستان فرمودن، طالبان برخلاف روزهای پیش از توافقنامه صلح با ایالات متحده آمریکا به میزان عملاتشان، عملات تروریستی و بی‌رحمانه و ظالمانه‌شان افزودند. این در واقع نقض آشکار توافقنامه صلح و همچنان پا گذاشتن روی خواست و اراده مردم به خاطر تامین صلح در افغانستان است. در مقایسه با هر زمان دیگر، امروز موج خشونت‌های طالبان افزایش پیدا کرده. زمانی که خشونت افزایش پیدا کنه، به گونه مستقیم تاثیر می‌گذاره بالای میزان و آمار تلفات افراد ملکی در افغانستان. یعنی این خبری با شما یک چنین گزارش به نشر رسیده. ما بارها از سازمان ملل متحد، از نهادهایی که در واقع در بخش نظارت از عملیات‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یا از جنگ افغانستان و فعالیت میکنن و گزارش‌هایی را در پیوان به افراد ملکی، تلفات افراد ملکی پخش و نشر میکنن، ما از وا تقاضا کردیم که با ما در ارتباط باشن. ما ممکن بتونیم که گزارش‌های موثق، اطلاعات موثق و همچنان معلومات درست در اختیارشان قرار بدیم، بر اساس معلومات درست و چنین یک گزارش‌هایی را تهیه بکنن. چنین یک گزارش‌های مشکل داره، از لحاظ تکنیکی مشکل داره. اطلاعاتی که در این گزارش جمع‌آوری شده بر اساس منابعی که این اطلاعات جمع‌آوری میشه، به نظر ما اطلاعات موثق نیست. ممکن در بسیاری از موارد معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان ارتباط تلفنی در بخشایی داشته باشند که اونجا زیر حاکمیت طالبان قرار دارند. بدون شک غیر نظامیان، مردم بیگناه، مردم بیچاره در زیر حاکمیت، زیر کنترل طالبان زندگی بکنند و نمیتونن که بیاین واقعیت ها را بیان بکنن و با صراحت بیان بکنن که طالبان سبب تلفات افراد ملکی شدند و از ترس طالبان میان چنین یک مسئله را و گونه ای نادرست در اختیار سازمان ملل متحد قرار میتن. متاسفانه چنین بسیار زیاد شکر. آقای دل، شما از یک کتله حقوق بشری نمایندگی میکنین. در ایام کرونا سازمان ملل اشاره کرد به گروه های شورشی در تمام جهان که به آتش بستن بدهند. همچنان به تازگی نمایندگی سازمان ملل از گروه طالبان خواست تا در ایام عید آتش بس را مراعات بکنن. فکر میکنین سازمان ملل و نمایندگی سازمان ملل بسنده کردنش به چنین اعلامیه ها چقدر میتونه وجهه این سازمان را زیر پرسش ببره و آیا کار واقعا از دست ساخته است؟
په خوښنۍ سره چې همدغه ستونزې چې تاسو یاد کړلې دا په ټوله نړۍ کې په جنگونو کې کمواله راغله په تاوتریخوالي کې کمواله راغله یوازې بدبخت ملک او بدبخت خلک منګه یو چې پر ځای دې چې په دغه تاوتریخوالي کې کمواله رامنځته شوی په دې کې پراخواله راغله دی نو اخلاقتن په کارو چې دیوی خوانه منګ دې یو داسې وبا سره چې هغه نړیواله وبا او دې هغه سره لاس په گریوانو د بلې خوانه هغه توانمندي منګ نه درلوده او حکومت هم دا توانمندي نه درلوده او مخالفین یا طالبان هم دغه توانمندي نه لري چې د کرونا مسایلو ته ځواب ویلی وی په کار دا و چې هغه ملګرو ملتونو نه یوازې ملګرو ملتونو اروپایي اتحادیې ولس ټولو خلکو اسلامي نړۍ او غیر اسلامي نړۍ ټولو د افغانستان کې د ښکلو خواونه غوښتنه وکړله چې هغه بشري اوربند په وجود کې راول تر څو پورې د کرونا مرسته او د هغې قربانیانو ته رسیدګي وشي خو په خواشنۍ سره دلته په جنګ کې کمواله رامنځته نه شولو او جنګ یې ونه درولو بلکې په جنګ کې پراخواله رامنځته شو. پس طالبایی که شما اشاره کردین که تعهد اخلاقی ندارن، آیا اهرم فشار در دست سازمان ملل است که وابه داره این گروه ته به آتش بزنه؟ ګوره موږ د یوازې د ملګرو ملتونو په دغه راپورونو باندې اکتفا نه کوو او دې باندې بسنه نه کوو چې یوازې کینې او شمیرنې کوي چې څونه خلک مړه شو څونه زخمیان شو چا ته څونه مالی زیانونه ورسېده. ملګرو ملتونو سره لارې شته دی چې د دې مخنیوی وکړي. ملګري ملتونه د امنیت شورا لري، ملګري ملتونه د جنګي جرمونو نړیواله محکمه لري، ملګري ملتونه د حقوق بشر شورا لري، ملګري ملتونه د قیومیت شورا لري چې افغانستان مستقیمن د قیومیت شورا نه تر اوسه پورې هم نه دی خلاص. دوی کولی شي چې د هر اړخ نه هم په دولت باندې هم په مخالفینو باندې فشار وارد کړي او د دغه لارې نه کولی شول چې هم په تاوتریخوالي کې ځکه تاسو وګورئ چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ درې خطه هغې په ټول افغانستان کې دوه میاشتې جګړه بس کړله. آیا که هغه عمل ته راشي هم په ښکېلو خواو په طالبانو او په حکومت باندې فشار راوړي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا جګړه به یو ساعت هم دوام وکړي؟ یعنې که شما اشاره میکنئ که این ظرفیت وجود داره در سازمان ملل که این گروه را وابه داره، پس از دید شما در اینجا آیا اشکال وجود داره در نیات سازمان ملل؟ ګوره دغه څلویښت صدی پس څلویښت کاله کېږي چې په افغانستان کې ملکي خلک وژل کېږي، بې ګناه خلک مړه کېږي. جنګیالیان پرېږده. ملګرو ملتونو تر اوسه پورې څه کړي دي؟ عاملینو پر وړاندې باندې څه کړي دي؟ همدغه یو علت دی چې دلته د په ملکي خلکو دا د مرګ کچه چې ده دا پراخیږي. د عاملینو نه پوښتنه نشته که چېرته ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې نور هغه هیوادونه اروپایي اتحادیه نور اسلامي کانفرنس دلته د جنګ د جنګي مجرمانو د عاملینو نه او د ملکي خلکو د وژونکو نه د دوی نه پوښتنه کړې وی او د عمل په سزا رسولې، نن به موږ د داسې ملکي مرګ ژوبلې شاهدان نه وو. خو همدغه علت دی چې تر اوسه پورې حکومت وګوره، حکومت چې یو نظام دی، طالبان خو پرېږده چې دا تیتو پاشان ډلې دي. نړیوال قوانین داسې ځینې قوانین دي چې ځینې اختیاري دي، عرض کوم ځینې اختیاري دي او ځینې الزامي دي. هغه الزامي قوانین په ټولو باندې نافذ دي، ځینې اختیاري دي که هغه دې الحاق دې ونه کړم امضا دې نه کړه متحد نه شولې که دې پلي کړه که دې نه پلي کړه، خو د بشرپالنې نړیوال قوانین چې دي دا په ټولو باندې الزامي دي. باید طالبان هم ورته درناوی وکړي. د جنګ ټولې ښکېلې خواوې په نړۍ کې چې دي هغه ورته باید درناوی وکړي. خواهیم گرفت. آقای امان، بحث ولسوالی گذره به تیتر درشت رسانه ها مبدل شد و حتی گروه طالبان اشاره کردند که حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی بر مجامع کلان که نیروهای طالبا پس از رهایی زندانیانشان جشن میگیرند اینا حمله میکنند. ظاهرا به وجهه نیروهای امنیتی در اینجا خدشه وارد کرد. شما چقدر در هماهنگی و در توانی با سازمان ملل گزارش ها را باید به بررسی بگیرین تا ذهنیتی که نسبت به نیروهای امنیتی وجود داره این ذهنیت ها زدوده شود؟ خب حادثه گذره میتونه به عنوان یک مثال باشه که طالبا تبلیغات دروغین داشتن، اطلاعات نادرست متاسفانه نشر کردن و مبتنی به او اطلاعات بعضی ها زیر تاثیر حتی که شما را قرار گرفتن کردن. البته وزارت دفاع حادثه گذره به اساس اطلاعات کشفی و استخباراتی ما به اساس تصاویر ضبط شده و ویدیوهای ثبت شده از محل صورت گرفته و تصاویر و ویدیوهایی را ما پخش کردیم اونجا نشان میده که واضح افراد طالبان جمع شده بودند، مجهز با سلاح سبک و سنگین بودند و در حال پلان اجرای عملیات‌های تروریستی و عملات تهاجمی بالای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولسوالی گذره بودند. ما به خاطر جلوگیری از عملات تهاجمی طالبان عملات پیشگیرانه را انجام دادیم و در این حمله در گردهمایی طالبان در تجمعات طالبان تلفات خیلی سنگین به افراد طالبان وارد شد. کسایی که در این حمله کشته شدند نامه‌هایشان مشخصاتشان همشان در اختیار ما قرار گرفته و با رسانه‌ها شریک ساختیم.
و هیچ نوع در اونجا گردهمایی به خاطر جشن گرفتن رهایی زندانیان طالب بله. صورت نگرفته. اما یک ساعت بعد از حمله که توسط نظامیان افغان در ولسوالی گذره صورت گرفت، یک ماین کنار جاده دقیق در نزدیکی های عموم محل انفجار میکنه، یک موتر از افراد ملکی با ماین برخورد میکنه و دایی حمله دایی انفجار ماین به افراد ملکی آسیب میرسه که دو نفر، یک زن و یک کودک زخمی شدن و یک کودک دیگر به شهادت رسید. بسیار تشکر. و عامل تلفات گذره در واقع در اثر انفجار ماین کنار جاده طالبان بود. اگر تلفاتی که ادعا میشه به افراد ملکی در چنین یک حادثه اتفاق افتاده یا رسیده، کجاست اجساد کشته شده ها؟ بله، یک مورد که کجاست مدرک و اسناد که نشان بده که دایی حمله به افراد ملکی آسیب رسیده؟ بله، با اینکه نیروهای امنیتی در حالت دفاع فعال وجود داره، ما در آستانه ایام عید فطر هستیم. نیروهای امنیتی در خصوص تامین امنیت روزهای عید و همچنان بحث تلفات غیر نظامی ها چه برنامه هایی داره؟ خب حالت را که ما فعلا اتخاذ کردیم به فرموده شما حالت دفاعی فعال، این به خاطر رعایت توافقنامه صلح هست. ما پابند به توافقنامه صلح هستیم به خاطر محافظت از خود، به خاطر محافظت از مردم افغانستان. عملات متقابل خود می داشته باشیم. زمان بالای ما حمله صورت میگیره، جوابش داده میشه و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از آخرین سعی و تلاش ممکن یا استفاده میکنن و از هیچ نوع سعی تلاش دریغ نخواهند کرد به خاطر حفظ جان افراد ملکی. و طالبان در واقع شکست خوردن. طالبان حتی تصمیم داشتن که در یک روز دو روز اخیر بالای شهرها و ولسوالی های کلان حمله بکنند. حملاتشان دفع شد و با شکست روبرو شدند. بسیار تشکر. خواست شما از نیروهای امنیتی و سازمان ملل که یک چنین گزارش ها را داره بررسی میکنند چه است؟ واقعا در قبال حفظ جان افراد ملکی چی کار صورت گرفت؟ بسیار کوتاه بفرمایید. من در ټول خلکو خوانه هم د طالبانو نه هم د حکومت نه غوښتنه کوم چې دوی نړیوال قوانین په نظر کې ونیسي او د ملکی خلکو ژوند خوندي کې د جګړو په دوران کې او د ملکی مرګ ژوبلې څنګه چې حکومت د ملکی مرګ ژوبلې ملي پالیسي جوړه کړې د مخنیوي لپاره په هغه باندې عمل وکړي. تشکر. بسیار زیات تشکر از حضور مهمانان برنامه و ممنون از شما که ما را تا این دم بیننده بودین. وقت بر شما خوش.